شبگرد مرد لالیه که خواننده یک کاباره‌ای به اسم شوکت رو از دست چند مرد نجات میده. اون به خاطر حمایت از شوکت با عوامل صاحب کاباره درگیر میشه. به همین خاطر برای رهایی از زندان باید رضایت صاحب کافه رو جلب کنه، اما شرط صاحب کافه برای رضایت ازدواج با شوکته. بخش هایی از فیلم شبگرد رو با هم تماشا میکنیم. من دست بلند نه فلش کن میذارم مردم بیان دست خودت بدی برنجو بسی که ساختم خودم میشکنم دیگه کارت تمومه. من آدم بدبختی هستم، هیچ وقت روی خوش از زندگی ندیدم. هر وقت فکر کردم که دارم خوشبخت میشم یه بلایی سرم اومده. خدایا من تو کی بس بدبخت باشم؟ تو کی؟ همه بدبختی من واسه اینه که یه مرد باره سرم نیست. بیچورگی واسه اینه که یه مرد باش دیوار من نیست. تو هم مثل این که مرد نیستی. من ابا دوده خب چرا معطلی؟ ابا از خدا میخوام تو از همه دنیا باز من مهمتری. شرف تو به تمام دنیا میارزه. من یه موی تو رو به همه ی تو میدم، اصلا من تو با هم یکی. جمیله از ترس ازدواج با مردی از ایل فرار میکنه. والی که مأمور برگردوندن جمیله به پدرشه، در حین انجام کار به دختر علاقمند میشه. والی اونو از پدر خواستگاری میکنه و بعد از مخالفت پدر دختر رو میدوزه و به ایلش پناه میبره. بخشایی از فیلم همراهان رو با هم تماشا میکنیم. چرا منو دزدیدی؟ بهت که گفتم تو نامزد بشیر رفیق منی. من رفیقتو نمیخوام، مگه زوره؟ اون که تو رو میخواد، اون جون منم بخواد بهش میدم. جون تو مال توه، اختیارشو داری، اما من مال والی هستم. نفهمیدم اون قربتی بی تربیت. حیف یه دختری مثل تو نیست که زن اون قربتیه بشه. بشیر نازنینه، تو تمام ایران اسمش با سلام و صلوات میاد. تو اون وقت بشیر رو نمیخوای، اون آدم قربتی بیشی رو میخوای. بابا ای والا این دیگه مربوط به دل. بلکن بابا اصدالله، دل و قلوه چیه؟ خاطر خواهی کدومه؟ زندگی تو دست اینجور حرفان نده. تو خوبی، خوشگلی، تو خانومی، تو خیلی حیفی که بری تو قربت و کشک بسابی. حالا وقتی زنی یه آدم باشیری مثل بشیر شدی، وقتی یه مدتی گذشت تازه میفهمی که من راست میگم. ما رو باش داریم برای چی نطق میکنی؟ خانم خیلی وقت خوابیده، ما کماکان ادامه میدیم. جای منم خوابیده، جای اون میخوام. حالا نکنه نصف شبی بخواد بیاد جای من بعد مارم جا به جا کنه. وای چه ماکسیم پوشیده، اصلا هیچ جاش پیدا نیست. یاد بگیرید آله. خب دیگه شلوغ نکنیم. کمربندم چرا باز شده؟ موهای شنیده. فیلم سینمایی آقا رضای گل که تو سال 1353 ساخته شده، راجع به آقا رضایی که راننده رئیس یه شرکت ورشکسته است و به رئیسش کمک میکنه که برخلاف موانعی که معاون شرکت ایجاد میکنه با شرکتی اروپایی قرارداد امضا کنه. بخشایی از فیلم آقا رضای گل رو با هم تماشا میکنیم. دیدن که خیلی عالی بوده. به من که کلی کلی کش گذشت آقای در حضور عمو جان به شما کش بد نمیگذره دختر جان. آقای درا چشمم روشن، دختره بی حیا داره پسرم رو مات میکنه. نفهمیدم چی تون شد. باریکلا. مامی باشت حالو رزا. حالی چطور؟ خداحافظ. شما کجای کاری؟ حواست با من باشه. برای یه ماچ خوشگت زده است. پدر خدا بیامرزد که امیدوارم نور به قبلش ببارد. روزی صد تا مات از من میکرد، اما من خوشگم میریزد. چرا به من میمه چی شد؟ پس تو هیچ معلومه کجایی؟ رفته بودی محوزه دختره من
قسم صبح تله چشم براد نشست. کدوم دختری محسوم؟ کدوم دختری من؟ من چی میشناسم؟ الان اونجا نشست. برو ببین کیست. دبوره مجنون. ببین کار ما دختره حالا دیگه برای ما صفه میکشم. بری ببینیم خدا حافظی شما. مامی دکتر با آقا چی کار داشت؟ چی میدونم والا این پسری پده سخته ایم خوشگلی واسهش باعث درد سره شده است. تموم دخترها دور برشو گرفتن. این دور زمونه ایمونی. سلام. فیلم دو کله شق از این قراره که یه پیرمرد از دو تا دوست میخواد که دخترش رو که توی یه کافه تو کشور امارات زندگی میکنه به بندر بیارن. دو تا رفیق با لنج عازم امارات میشن و دختر رو برخلاف میلش برمیگردونن. دخترم به همین خاطر قصد داره دوستی این دو تا رفیق رو به هم بزنه. فیلم دو کله شق محصول سال 1356. بخشای از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. یارو رفیقه دیگه کله کو که دیوونه است. یه احمقی. نه اونو اسلامه. هر کی میخواد باشه برس همون برشت پدرشو در میارم. اون که پدر نداره. اون خیلی آدم خوبیه. همه شهر میشناسنش. همه شهر مثل سهی ازش میترسن. تو تموم بندر رو دست نداره. فقط دربش اینه که دیگه نمیخواد قاچاق ماچاق بکنه. میگه میخوام شرافتمند باشم. تو رو خدا قدردان نیست. من قد دنیا دوستش دارم. جونم هم بخواد بهش میدم. اونم منو دوست داره. تازه منم خیلی خوبم. خیلی تر و فرزم. پاش که بیفته ده نفر و حریفم. خوب بیزنم. چند دفعه میخواستن منو ببرن تلویزیون. اما شطوری شد کوفتی؟ سلامتو خوردی؟ فیلم سینمایی شادی های زندگی که تو سال 1355 ساخته شده از این قراره که استوار وظیفه شناسی قصد دستگیری دزد محل رو داره. اون دزد رو شناسایی میکنه اما دزد از دستش فرار میکنه. اتفاقاتی در زندگی شخصی اون در قبال زن خواننده‌ای که بهش علاقه‌مند میشه و همینطور وصلت خواهرش با برادر اون دزد دیدگاه اون نسبت به زندگی رو تغییر میده. بخشایی از فیلم شادی های زندگی رو با هم تماشا میکنیم. یعنی ممکنه دوست پیدا بشی؟ بله پیداش میکنم. خدا دیگه رفتم. آره لوله کوله ریشو باجی دیانه هنه چیه انگار دوز گرفته. خانم ها آقایون اگه تا این ساعت بهتون بد گذشته به خوبی خودتون میبخشید. شرمندم نکنین. خواهش میکنم. من از طرف خودم و برادر داماد به همه مهمونا خوش آمد میگم و به خاطر اینکه بدونین ما دو خانواده چقدر به هم علاقمند هستیم و با هم نزدیکیم این دستبند رو به دست هم میزنیم تا هیچکی نتونه ما رو از هم جدا بکنه. یعنی در واقع یه روحی در دو بدن.